خب دکتر صاحب، از این بعد کوشش میکنیم که هر بخشی را که خلاص میکنیم یک کانکلوشن داشته باشیم که ما دو فصل چرا خوندیم. ما یک ویدیو تو کوتاه برتان تهیه میکنم تا در ذهن شما باشه که ما چطور دو فصل مطالعه کنیم و در امتحان برتان مشکل نشد. سعی کنیم ما فقط کسرلو را برتان مرور میکنیم از کانجنت هارد دیزیز شروع کنیم، فاکتورهای ژنتیکی و فاکتورهای خود محیطش برتان تشریح کردم. از اون پاد آمدم از نظر کلینیک به سه بخش اساسی برتان تشریح کردیم. لفت رایت چند بود، رایت و لفت چند بود و ابسترکتیو کانجنیت هارت دیزیز بود. از اون بعدش ببینید دی دیاگراما برتان تشریح کرده بودم. لفت رایت چند تام برتان تشریح کرده بودم و می رقم رایت و لفت چند تام ابسترکتیو انشالله سر زیگه میزنیم اگر وقت داشتیم. بعد آمدیم بس اساسی ما در قسمت لفت رایت چند صحبت کردیم، گفته بودیم به سه بخش هم در اتریال سپتن دفک، ونترکل سپتن دفک، پتن دکتوس آترز ارسی از این بر شما تشریح کردم که می شما بخونین. بعد از او آمده ماتریال سپتر دفکت را واضح تر صحبت کردیم. فقط دنی نوع بر شما یک چیز می خواهم اضافه کنم، چون که باز پیش ما چی نشه، چه قسم بگویم این بمونه که از پیشتان گلاوت نشه. ببینین که ما سی نوع اساسی چی داریم از خود ایزی داریم. زمانی که ممو ایزی رو وقتی که صحبت میکنیم، ماتریال سپتر دفکت صحبت میکنیم، ما میگیم که ایج سپتم پرایمم درست است. یعنی بمانه که وقتی که در قصی هسته در قسمت پرده پرایمم باشه و ایج وقتی میگیم سپتم سکندم، یعنی بمانه که مشکل اساسی این قصی هسته در قسمت همون پرده دومی یا سپتم سکندم باشه. حرف امیست که اگر ما ایجا بر شما گفتیم که مثلا ما سپتم پرایمم ایزی داریم و سپتم سکندم مشکل نیست، ولی اگر جامعه تر بگیم، واضح تر بگیم، ما میگیم که در قسمت وقتی که در قسمت کلسیفیکیشن ایزی صحبت میکنیم، ما میگیم که سه نوع اساسی داریم. یک پرایمم ایزی داریم، سکندم ایزی داریم و ساینوس وینوس داریم. هیچ وقت از یادتان نمیره ما سه نوع اساسی از اتریال سپتال دفکت داریم. پرایمم ایزی داریم، سکندم ایزی داریم و ساینوس وینوس داریم که در نظر داشته باشیم. پس شما میشه بگویم با جای سپتم پرایم ایزی میشه بگویم پرایمم ایزی، میشه بگویم سکندم ایزی و میشه بگویم خود ساینوس وینوس ایزی. بر صورت یک شار برتان صحبت کردم، مورفولوژیش هم گفتم، عرصه زیر برتان درس دارم، منظر کلینیکیش هم برتان تشریح کردم. از او بعد چامدیم ونترکل سپتال دفکت برتان تشریح کردم در کدام هفته تکامل بیمانو که رشد میکنه، در چند بخش است، کدام قسمت ها رو مساب می سازم، ممبرانوس، انفاندیبلام، مسکولر، ما با چطور از طرف شنتایی که از طرف لفت رایت از تو به طرف رایت و لفت میریم. مورفولوژیش رو براتون درس دارم، منظر کلینیکیش رو صحبت کردیم، تظاهر فشار یابی وقتی پالمر هایپرتنشن ایجاد میشه کدام پاتولوژی رو ایجاد میکنه. بحث دیگه که صحبت کردیم در قسمت پتن دکتوس و چویسس ایران براتون واضح گفتم و فقط مورفولوژیش هم تشریح کردم، منظر کلینیکیش هم. فقط شما همی ویدیو رو تعقیب کنین، باز چیزایی که میمونه انشاءالله بخیر برتون در قسمت یک، باز من چیزایی که میمونه رو نوت میکنم، باز انشاءالله در وقت صحبت میکنیم. خب دکتر صاحب با تشکر میکنم، فصل در قسمت هارد دیزیز، کانجنت هارد دیزیز ما که میخونیم، بعدا میریم در قسمت اسکیمیک هارد دیزیز که یک تاپیک بسیار بسیار مهم است. فوکس بیشتر ما بالا عزیز که بخیر شما باید داشته باشین.